اول بعد نیست دیگه، اونجا میخواستیم بریم دیدنش، منتها انقدر که هوا گرم بود منم که حالم خوب نبود، گفت مادر نیا چون اگه بیا اینجا حال به هم میخوره، من دیگه اصابم خود میشه، نگران تو هستم، چون من یه سری حالم بد شد، افتادم بیمارستان، شهدا اینا خوابیدم یه چند روزی دیگه، خلاصه به خاطر گرمای زیاد و طولانی بودن راه نتونستم برم دیدنش. الان دودن 4 ماه ندیدیمش. بله زنگ میزنه، میزنه در روز یه بار، میزنه 2 روز در میون میزنه، اگه زنگ نمیزنه دیگه خیلی سخت. ولی کولر اینا دارن، منتها خب برق میره اونجا، اینجا خیلی آخه ضعیفن، برق میره یعنی 3-4 ساعت برق ندارن دیگه، تو اون لحنه گرما بند خیلی، اصلا خیلی هواش ناجوره، یعنی 55 درجه پیمان میگه که گرما داره، میگه اصلا میاد تلفن بزنه چند دقیقه تو حیات میگه حالت هوا میگیرم اونقدر که عرق میریزم، خیلی گرمه خالصه دیگه، چی دیگه؟ هیچ کاری هم نکردن براش بنده خدا، بچه اونجا اونو عمل کرد دیگه، آخریش هم یه ماه پیش عمل کرد. والا چرا؟ نظر روحی خب خیلی داغونه، میگه دیگه چیکار کنه، هیچ راهی نداره. چندین بارم نامه نوشتم، من خودم درخواست نوشتم که این حالش اینطوریه، خسته شده، بالاخره الان رفته تو 5 سال دیگه، 4 سال تموم شد، لاغل یه 2 روز مرخصی اینو نمیفرستن، یه هوایی بخوره، تغییر جویه بده دیگه، از اونورم نگران خب زنشه، بالاخره زن جوونه، نمیدونم این چجور مسلمونیه، چجور دینیه که میگن که اگر زن 3 ماه از شوهرش جدا باشه دیگه جون حرومه، این الان 4 سال رفته تو 5 سال، من نمیدونم چه اسلامی ما داریم که این هنوز حروم نشده به این، لاغل یه کمکی نمی کنن. آخه میگم که ما مثلا 4 ماه 5 ماه یه بار میخواییم بریم اونجا، اونم ما دوتاییمون میریم یه جلسه میریم میشینیم اونجا، تو همه اونجا نشستن ما میشینیم اونجا پیشه، یه ساعت میشینیم پیشش با میشیم، اونو باز ایدین یه مقدار تمیز بود، محیطش خوب بود، ولی اونجا نه، اونجا اصلا خیلی محیطش ناجوره. من خواستم یه نامه چیزی بنویسیم به این آقای روحانی، چون پیمان شناسنامه‌اش رو خواست براش فرستادیم اونجا، حتی رأی داد به آقای روحانی، به ما هم گفتش که شما هم به آقای روحانی رأی بدید، آقای روحانی با آقای خاتمی شناسنامه‌اش رو فرستادیم اونجا، خودش هم اونجا رأی داد به آقای روحانی، که بلکه بالاخره یه قولایی داده بود که ایشالا بلکه فضا خوب بشه و اینا هم یه تخفیفی، یه آزادی، یه مرخصی، بالاخره یه تغییری بدن، ولی نمیدونم حالا تا کی باید اینطوری تعامل بکنیم. میخواییم با این یکی از این بچه ها که با همین یکی از این بچه ها صحبت بکنیم، بنویسه برامون که اینا که واردترن بدونن چی بنویسن. بله وکیلش آقای مصطفایی بود که رفت، آقای آقاسی هم هست دیگه، مربوط به این 88 دیگه، اینا در رابطه با این انتخابات بوده، منتها اینا رو زودتر گرفتن، اینا میخواستن اقدام داشته باشن ولی هیچ خبری نبود، ولی سختتر از همه رو اینا بیاده شد، بدترین عمل، بدترین سختی رو برای اینا پیاده کردن اینا، درسته که اینا هیچ کاری هم نکرده بودن. وقتی من میگم آقا من میخواستم این یه لیوان آب رو بخورم، ولی من این لیوان آب رو نخوردم، که حرف زدم، با حرف اینا رو گرفتار کردن دیگه، اینا یه حالتی گروگانگیری بوده و زنش رو گرفتن به خاطر زنش، اینا رو گفته آقا من زنم بذاریم بره، من هرچی شما میگین هستم، هیچ کاری هم نکرده، گفته کردم، فقط بذاریم زن من بره، زن من جوانه میترسه، واقعا هم ترسه، چی بگم دیگه، اصلا ببخشید من خودم قاطی صحبت میکنم، عذر میخوام از دوستان.